<applause> الله رحمان رحیم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن ما مبارک رمضان رو امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق باشه با توجه به اینکه این صوتی که از های دکتر ظریف از محترم امور خارجه بیرون اومده من مناسب دونستم خیلی سریع و در اسرع وقت نکاتی رو راجع به این صوت خدمتون عرض بکنم چون دیدم خیلی فضا قبارالود و, و حتی فرصت نیستش که سخنرانی صورت بگیره همینطور صوتی ضبط میکنم و در اختیار شما عزیزان قرار میگیره خب من کامل و با دقت صوت رو گوش کردم چند نکته به ذهنم رسید که با شما عزیزان در میان بگذارم اولا به نظر من این یه گفتگوی از پیش تعیین شده و انتخاباتیه تمام المانهای لازم برای تحریک جامعه رأی مد نظر این طیف سیاسی در واقع لیبرال ها و غرب ها رو داره تمام علمان های لازم رو حالا دونه دونه مستاقه نرزم میکنم خدمتون سوالات همه مشخصه حتی آماده شده است بعضی از مسائل جالب این که در موارد اکسایی از قبل مشخص شد شما در صدا میشنوید که اکسایی رو آماده میکنن و سرعت آماده سازی اکسا اینقدر سریعه که اصلا امکان وجود ندارد. بعضی از این اکسا خیلی تخصصیه به مذاکرات در یک نقطه یک گوشه ای از دنیاست و خیلی اصلا ما شاید ما وزارت عادی نتونیم پیدا بکنیم اینا رو اما اینا در اختیارشون قرار گرفته و جالب همینطور که یعنی مکالمه اینجوری نیستش که همینطور پیش رفته صحبت شده نه کاملا مهندسی شده است مشخصه خیلی بدیهیه جالبه مثلا مجری که حالا خیلی هم حالا با اون لحن و اون در واقع گوریزهای زردی که در مصاحبه میزنه خورده در واقع نچسب هم هستش مثلا یه جایی هست اشاره میکنم شبا که مردم میریختن تو خیابونا دیدن اونا متاثر می شدیم بعد عکسش همون لحظه پخ شده و آیه زریف هم یاره منم هم متاثر میشم هر دفعه اینا رو میبینم آقا ما می رفتیم لای مردم گریه می کردیم و نمیدونم از این حرفا خب این خواهم میگم آماده شده است یعنی یه همونطور که در صوت هم هستش بارها با آیه آشنا اشاره میشه توسط تیم رسانه امنیتی این دولت محترم آماده شده نظر بنده اینه اینطور از این فکت های اون چیزی که ما میبینیم این نکاتی که وجود داره من اینطور برداشت میکنم و فراموش هم نکنیم ما امنیتی ترین دولت تاریخ کشورمون رو داریم حتی بعید میدونم قبل انقلاب هم همچین دولتی سر کار بوده باشه تقریبا بیش از نیمی از اعضای کابینه رو امنیتی ها و اطلاعاتی بازنشسته که الان در نقطه دیگه در جای دیگه تو سیاست یا تو اقتصاد شدیدن سرگرم کارن و شستن و رفتن و بردن هستن تشکیل دادن کابینه رو مورد دوم که حالا به ذهنم میرسه خدمتتون میگم توی مسابقه مصاحبه دقت بفهمید کاملا القای محبوبیت آقای ظریف صورت میگیره بارها گفته میشه که تو نظر سنجی ها شما اینطورید ما کف خیابون رفتیم اینطور گفتن یک جا هست خود ظریف میگه من همین الان 65 درصد محبوبیت دارم تاکید میشه 42 سال شما سابقه دارید آدم متخصص هستید یا مجری بارها میگه ملت ایران انتخابشون شما شما حالا ایشون نمیدونم به نمایندگی از کجا نمایندگی ملت ایران داره که میتونین این قضاوت رو بکنه یا یک جا علیه روسیه وقت های ظریف صحبت مiekنه. میکنه میگه همین الان ده میلیون به رأی شما اضافه شد یعنی اصلا اینا ناخواسته صحبت از انتخابات اصلا انگار ای کسی که چون مبنای این صحبت بر, بر اون اساس شکل گرفته هی دستشون میره هی اشاره به رأی میکنن خب یعنی در واقع جزء گافا و سوتیایی که اینجا صورت میگیره میخوام بگم هی القا میشه الان شما بهترین کاندیدای موجود شمایی خب حالا در ادامه میگم مطالب دیگه هم هست این صوت جوری تنظیم شده و این گفتگو به سمت پیش رفته که جلب نظر سکولارها کنه ببینید من بارو سخنرانی گفتم یه سخنرانی راجع به انتخابات کردم تو که وعده داده بودم این ضبطش تمام شده خب با ترجمه که بچه‌ها می‌خواستن آمارا رو بیارن گفتن ضبطی باشه لایو نباشه و فکر می‌کنم امروز فردا آماده بشون هم میاد بیرون حالا رو حتما نگاه بکنید اونجا عرض کردم قبلا هم گفتم تو سخنرانی فروردین 96 هم و اسفند 95 اینکه ببینید جامعه رای در کشور ما من بخوام تقسیم بندی کنم یه جامعه رای سکولار داریم که اینا به شرطی در انتخابات شرکت میکنن که تصور کنن میتونن به اصل نظام ضربه بزنن و لیبرال ها همیشه با تحریک اینها خیلی خوب از این جامعه سواری میگیرن انصافا خوبم سواری میگیرن در واقع اینا برای مشارکت های بالاست یعنی کسایی که معمولا تو انتخابات شرکت نمیکنن و زمانی شرکت میکنن که بتونن ضربه بزنن و با زاویه دارترین جریان و گفتمان با انقلاب اسلامی در واقع رای میدن خب به صورت خیلی استادانه این جامعه اینجا تحریک شدن در این مصاحبه خب و از سمت دیگه جالب دولت یعنی خیلی استادانه داره از یک طرف سکولارها رو به رأی دادن برای دور بعدی دعوت میکنه و از سمتی قشر مستضعف متوسط و متوسط به پایین جامعه رو که معمولا رأیشون شما میتونستن دور قبل در دولت قبل احمدی نژاد بوده اینها رو دل سرد کرده از انتخابات چطور یعنی با فشارهای اقتصادی وحشتناکی که داره بر گرده اونها وارد میکنه در اونا ناامید که در انتخابات شرکت نکنه از این طرف قشر سکولار شرکت کنه که دقیقا این جامعه رأی و پیروزی اینها در آینده قطعی بشه خب هیچ چیزی در عمل اینا ندارن هیچ کاری نکردن فضاحت به معنی واقعی کلمه بار آوردن اوضاع اقتصادی مملکت رو دارید میبینید به اسم اقتصاد اینا سر کار اومدن اینو گفته چند چرخ سانتریفیوژ میچرخونیم و هم چرخ اقتصاد و که ترکیده اقتصادم که از اون بدتر ترکیده فلزا فقط باید تحریک کنن قشر سکولار و مرفه جامعه رو که این فشار اقتصادی نه تنها بونو فشار نیاورده بالا رفتن قیمت دلار قیمت مسکن اینا رو اینا رو ثروتمندتر هم کرده خب اینا خوشی زیر دلشون میزنه همین سلبریتی جماعت و امثال هم اینا میان برای اینا رای میدن برای اینکه این اتفاق بیفته باید یه دو قطبی جدید و تند طراحی میشد خب که این دو قطبی طراحی شد در ادامه راجع صحبت میکنم نکته چهارمی که در این سخنرانی در این مصاحبه بهتره بگیم در این سناریو بگیم باز خیلی بهتره در این سناریو القا صورت میگیره مردم و مردم قانع بشن که آقای ظریف مورد توافق همه گروه ها و اوغلاست این خیلی تاکید می حتی خودشون با افتخار و در نهایت تبختر میگه بله اوغلا رو من اجماع داشتن یعنی احتمالاً هر کسی که ایشون قبول نداره بی عقل و از دایره اوغلا خارجه اسم بره روحانی بارها دنبال من بود نمیدونم خدمت شما از کنم قالیباف همون سالها بر من دو نفر رو فرستاد پیغام من خود رهبر انقلاب خدمت شما ارز بکنم ارادت از قبل ما لطف داشتند و اینطور خود خاتمی حتی جالب این مجری محترم که حالا خیلی نمیخوام در مورد خود این کارکتر صحبت بکنم مهم نیست خدمت شما عرض کنم وقتی میخواد همون موا... سو... ابتدای مصاحبه معرفی کنه آقای ظریف میگه مهمترین عضو کابینه خاتمی خواهش هم میگه به قولی بعد یه میگه روحانی یعنی اصلا اینا توی این فضا هستن این در رو بکیراند ذهنشونه خب حالا با این عنوان که آقای خاتمی هم خیلی لطف داشتن به ایشون ناطق نوری هاشمی که اصلا هی صداش میکرد میگفته آقا برو جلو نترز از این حرف این همه تو صحبت تو هستش و این نکته خیلی جالب وجود داره یه ابراز ارادت های خیلی ویژه به رهبر انقلاب تو این مصاحبه صورت میگیره خدمت شما آی زریف حضرت آقا آقا و مقام معظم رهبری مجری هم همین طور مقام معظم رهبری تعریف تمجید بهت... از بهترین دیپلمات ها هستن ایشون خیلی خوبه حالا من نمیگم نف کنم اینا رو بحث این نیست چرا این داره صورت میگیره ببینید میخواد یه اتفاقی بیفته این مطلب به نظام القا بشه که آقا بهترین گزینه الان ظریف حداقل خودتون میگه 65 درصد محبوبیت داره خود ظریفم هم داره میگه میگه نظر سنجی دانشگاه مری مریلند بوده بعد خب من که آقا رو قبول دارم تازه برای من آقا هم نیست حضرت آقاست به منم که لطف داشتن به من اعتماد هم داشتن از قبل و مشارکت هم بالاخره نظام نیاز داره بعد از این فضاحتی که دولت روحانی به وجود آورده و پایین اومدن مشارکت در واقع شاید دهنکجی به نظام تلقی بشین که مردم ناامیدن پس ب... ب... بیاید رو من اجماع کنید ببین این هدف مصاحبه اینه هدف این مصاحبه که گزینه جز ظریف نیست حالا یا در قامت رئیس جمهور و حتی در هم شما اگه دقت کنید دیدید که مجرم میگه میگه حالا رئیس جمهور نشد در قامت معاون اول یا چیز دیگه حالا بالاخره مثلا به فرض کنید آقای ظریف شرکت نکنه یا رد صلاحیت بشه به خاطر این حرفای عجیب غریب من خواستم مزخرفات و عراجیف چون واقعا و دروغ ها خب حالا من عرض می‌کنم موارد که سراحتا دروغ میگه این خیلی زننده است برای من اما به من که شوره نگهبان نیستم اما خب اگر هم چیز نشد بگن حالا ایشون بیاد از یه گزینه پوششی در یه گزینه دیگه حمایت بکنه خب اینا قبلا تجربه این کار دارن روحانی 3 درصد بود خدای هاشمی تو جم... 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 سخن جم... سخنرانی میکنم یه نهای روحانی 3 درصد محبوبیت داشت 3 درصد نه 65 درصد 10 درصد 20 درصد 3 درصد محبوبیت داشت و من اومدم ازش حمایت کردم اومد شد 51 درصد خب اینجا هم آقای ظریف در واقع در قامت و معاون اول که نیاز به تایید صلاحیت کسی نداره بیاد و خدمت شما عرض بکنم یا از یه گزینه‌ای که تایید صلاحیت میشه حمایت بکنه و قول بدیم معاون اول باشه و سیاست ها و حرف های آقای ظریف در واقع اجرا بشه برای نظام که نیاز به مشارکت داره مورد بعدی الغای رفاقت با امریکایی از بایدن تا کری آقای کری به گوشی خودم زنگ میزد با من صحبت میکرد این حرفا زده میشه برای اینکه به مردم من بیام اصلا صحبت رفاقت با امریکایی هست. و حالا رئیس جمهوری در امریکا به ریاست جمهوری اسنهای بایدن که حالا مثلا این دارن تاکید میکنن که از قدیم آی زریف رابطه خوبی داشت و رابطه داشته و حالا اینطور مورد این که شیشم این که ایشون در عین حال اصلا شیفته قدرت نیست ملاحظات پذیرفتن پستشو میگه خدا برای من مهمه مردم برای من مهمه ناز کردن ها که از من میخواستن من نمیومدم الان بر ریاست جمهوریشون قسم خورد که میدونید که قسم خورد نمیاد و امای داشت منتها چند وقت پیش پستی در اینستاگرامش گذاشت که اگر نمیدونم حالا مثلا توند روها میخوان فشار بیارن حرفای چیز بزنم منم رو تصمیماتم متزلزل میشم یعنی چی یعنی رو که قسم خوردم نمیام نه حالا میام خب طبعا این صوت بیرون بیاد خیلی بهشون ایشون ایراد میگیرن فلز و قطعنشو متزلزل میشه و میخواد بیاد خب یا حمایت بکنه از یه فرد دیگه همه اینا میخواد بگه که ببین همین انتخاباتیه من نمیدونم اصلا شما ول کنید اصلا حرفا کیشو میزنه خب همین انتخاباتیه اهل خانواده هستن ایشون اصلا اینا همه اینا گزارای انتخاباتی برای مردمه دیگه خوب. می مردم دیگه خب میدونی مردم ما خیلی برشون مهمه که کسی که سرکار کار میاد دعوا درست نکنه مثلا که دلیل که روحانی 92 رای آورد این بود که اومد گفت آقا افراط و تفریط رو میخوام بذارم کنار اعتدال تدبیر مردم خسته بودن از دعوای لاریجانی و احمدی نژاد خب این ایشون القا میکنه دیگه میگه همه اوغلا رو من اجماع دارن از چپ و راست مثلا ببینید قالیباف هم دنبال من بوده رهبر انقلاب لطف داشته به من خاتمی روحانی آشمی نمیدونم همه رو میگه دیگه خب ولی از این جالب بدین توی گزار انتخابات خیلی بر مردم مهمه خب اینو قشنگشون ایشون القا میکنه توی یه مصاحبه بارها صحبت میشه تاکید میشه اینکه میگم القا دارم میگم القا میکنن القا میکنن اصلا اسم میبرن <تصفح> گفته میشه یعنی و در مجموع این فضا و این اتمسفر برای مخاطب به وجود میاد در مورد دیگه مثلا تاکید بر این میشه که مردم یادشون رفته امیده به وجود اومده سال 92 هی رو تاکید میکنن امای داره این ماجرا که خیلی 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 مهمه اون اماش هم اینکه ادعی نگذاشتند ببین تو این فضا آیه ظریف میاد مقایسه ای انجام میده بین 598 در واقع قطنامه 598 که در واقع جنگ ایران و عراق بود جنگ حالا دفاع مقدس بود 500 و برجام و جالبه میگه که برجام بسیار موفق تر این اصلا دیگه واقعا خیلی برای من عجیبه چیه برجامو دارن میگن موفق بوده حالا من من واقعا تو فضای نقد صحبت های ظریف نیستم و گریز های با نمک مجری خب یعنی فقط میخوام بهتون بگم این فضا چیه حالا ما یه جایی چت یه فرصت دیگه یا همینجا امروز بتونم یه خورده حرف بزنم اما حتما فرصتی یاد این راجع صحبت بشه بسیار موفق تر بوده سخت تر بوده از روز اول از همون لحظه تیر و خنجر از پشت شروع شد والا کل نظام مجلس برایشون 20 دقیقه برجام تصویب کرد همه آماده همه ملاحظه دهنا بسته میشد کسی جرئت نداشت حرف بزنه صدا و سیما کاملا در اختیار دولت هیچ کس حق نداشت برجام رو نقد بکنه کوچکترین نقد بر برجام بلایی سر برید ببینید چه بلایی سر سرافراز اومد اون برهه فقط اجازه داد دو تا مناظره برگزار بشه مناظره یعنی طرف مقابل آمده نشسته بهشتی رو مرا آوردن نشستن مهدی محمدی این طرف آمد نشست با هم صحبت کردن آقا زدن ترکوندن این یه عجیب غریب خدا وکیلی. آقا خوبه بدونید چندین نفر از نمایندگان کنگره آمریکا نامه نوشتن به دولتی به مرد به ما نامه نوشتن به مردم که آقا این چیزی که این آقای کریو اوباما دارن امضا میکنن دارن پیش میبرن مورد تایید کنگره نیست و حرف خود این این بعدا ما میزنیم زیرش مجلس ما هم این تصویب کرد یعنی ما کاری کردیم خود امریکایی ها نکردن اینا بارها صحبت میشه که اقلیتی که توان ایجاد موج گسترده دارن ظریف اینو میگه و سودشان در امنیتی کردن ماجراست ای ظریف میگه موجود تایید میکنه میخواد بگه ببین یه اقلیتی و اینا اگه اقلیتن چیزا موجود گسترده تونستن تولید بکنن بعد خدمت شما هست کنم یه جا میگه که میگه که آقا من من که تفنگ ندارم من که پول ندارم خب این یعنی چی من که تفنگ ندارم من که پول ندارم یعنی یه گروهی هستش که تفنگ داره و پول داره این همون حرف روحانیه که میگفتش که دولت در سایه‌ای که هم تفنگ داره هم رسانه داره هم پول داره منظور در واقع نهاد نظامی علل خصوص سپاهو دارم میگن دیگه من میخوام با مردم بی صحبت بکنم چون وقاحتو از حد گذروندن یعنی اصلا صحبت این چیزا واقعا واقعی ان هم. همچین چیزی من دیگه تو عمرم ندیده بودم واقعا نمیدونم بود تو دانشگاهه علوم سیاسی تدریس نشده اینا فقط تو عملیات روانی و اینجور چیزا و تدریس بشه این کارا خب ببین اینا رو میاره مقایسه میکنه 590 اش قطنامه رو که اصلا خود قطنامه قصه جدای داره من توصیه میکنم به کتاب راز قطنامه رو بخونید تا بفهمید چیکارا کردن همینجا همین, جا. همین تیم انا جالب عکساشونو که نگاه کنید آی روحانی آی ظریف همین تیم نشسته این فوق تخصص امتیاز دهی دارن در تاریخ ما خب همین تیم نشستن و کار اینجوری پیش بردن یه سودشون در من خیلی کنترل میکنم خودم و خدا شاهده وقتی شنیدم اصلا واقعا به هم ریختم که چطور یه نفر میتونه این حرفا رو پشت سرم ردیف کنه مورد بعدی مورد نهم این که آیه ظریف تاکید میکنه تو ببین همینا انتخاباتیه میبینید تا الان هر حرفی زده شده انتخاباتیه مورد نوم. مردم انتخاب کردن که رأی ندیم و چون مردم انتخاب کردن که رأی ندیم مجلس رو داره میگه الان یه دی رفتن تو مجلس که 221 نفرشون خواهان این شدن که برخورد بشه با کسایی که دارن در واقع برخلاف مساله نظام کار میکنه از منظور خودش و روحانی رو میگه خب ببینید میگه مردم انتخابی یعنی مردم شماها قهر کردید از پای های را. این تندروها اومدن سر کار بعد برای اینکه این تندروی رو جا بندازه مجبور میشه اون حرفای عجیب غریب رو در مورد سرد سلیمانی بگه که رو به اون صحبت میکنیم خدمتتون خب انتقاد میکنه از مردم بعد مجری اونجا و وسط میاد خودش میگه ما به مردم نگفتیم باید به مردم میگفت فوش میدم به صدا و سیما صدا و سیما این کارو کرده جالب بده مثلا یه مناظره برگزار شد تو در مورد برجام دو سال سال دوم برجام در برنامه برنامه وزارت و مناظره برگزار شد یه نفر از مخالفان برجام از موافقان برجام که مدیر مسئول روزنامه شرق که تو بزک کردنه در واقع غرب آمریکا دیگه ایشون سنگ تمام واقعا گزارش فوق تخصص دارن یا پست دکترا بعد بهشون بدن اومد اونجا یک کلمه نتونست بر دفاع کنه و هست فیلمش هست آ... آدم عاقل و بالغ آورده نتونست دفاع کنه تهدید به شکایت کردن فوش دادن گفتن شما برداشتید این مز... مسابر ساخته ساختید و مصاحبه مناظره است باشه شما شما همین الان من هم میگم هر کدومتون اگه مردید بیاد مناظره رو این برجام دیگه بشیم حرف بزنیم خب به آدمتون از وزارت خارجه میفرستین یعنی اصلا اون وزارت خارجه وزارت مصمول کردن تمام انتقاداته بعد شکایت تهدید به شکایت و فلان خب میخوام بگم اینا ما به مردم نگفتیم چی رو نگفتید صبح تا شب شما آب خوردن مردم رو ب... به مردم پالسای فرستادید آقای روحانی به محض اینکه به ریاست جمهوری رسید گفتش که آقا ما نمیدونم تو یکی از این استانامون سه ماه بیشتر گندم نداریم بعد موعدن تکذیب شد این ادعا شما فکر کنید میخوایم مذاکره رو شروع کرد شروع کرد داری پالس میفرست که ما مردم ممکن از ازت گشنگی بمیرن نون ندارن بخورن خب آقا خزانه خالیه یعنی اصلا چه کار عجیب غریبی که من نمیگم اینا اثر الزام خیانته حداقل سر نفهمی هستش یا درباره سوریه کلی سانسور صورت گرفت جان کری اومد به من گفتش که تا الان اسرائیل 200 بار به سوریه حمله کرده آره جان کری بنده خدا امروز هم اونم اومده تکذیب کرده گفته هم من هم حرفی نزدم به ظریف ظریف اومده گفته البته من اینجا میگم اینا میگن که آقا شما چرا حرف جان کری رو گوش میکنید حرف ما که میگید یعنی گوش نمیکن ما هموطنتونیم و فلان جو بله شما برای شما جان کری خیلی هموطن تا ما چون اونا متن برجام خبر داشتن ما خبر نداشتیم مردم ایران همیشه نامحرم بودن همه چی بر... ماها باید از رسانه های آمریکایی پیگیری میکردیم که چه اتفاقی داره تو برجام و مذاکرات شما پیش میاد حمله بین الاسد و اینا رو میگه ببینید میخواد بگه این مردم شماها نیومدید اینا اومدن و خیلی هم مقصر نیستیم این که فن عمل روانی اگه مردم خیلی مقصر کنی مردم پس میزنن خب میع... یک از تکنیک های عمل درونی بعد بگید هم مردم همیشه دوست دارن تقصیر گردن یکی دیگه باشه میخوام خب بگم نه گردن شما میسا... مثلا ما تا... ما به شما نگفتیم آقا صدا سیما نذاش به شما بگیم صدا شما سانسور میکرد آقا شما این همه تو توییترت میاد توییت میزدی پست اینستاگرام اینستاگرامی میذاشتی هر چه در اومد تو سخنرانیاتون گفتید از نقد به معصوم و امام زمان که شروع کردید و خدمت شما از کنم بالا و پایین و هرچی خواستید گفتید یعنی چی نگفتید تمام شبکه های اجتماعی شما دست های آشناست کانال تلگرامی که همه رو ردیف کردید خریدید کانال تنزی که رو انداختید و رفتید خریداری کردید اونقا اسمم ببریم اگر شما ادامه بدید بنده اسم تک تکشون هم براتون میبرم خب رفتید خریدید که تو قالب اونا هرچی دلتون خواست به خورد مردم بزید حالی کانال های اینترتیمنتی رو انداخته یوهوی اون وسط یه کلیپ میرن بعد جالب انقدرم تابلو اینا بعضا برمیدارن مطلب کار میکنن همشون غلط املایی رو دارن مثلا غلط انشایی دارن بعد جالب مثلا کلیپو گرفتی نیاز به دانلودش نیست یعنی فوروارد شده فقط یه ادیت کپشن خورده دارید استفاده مثلا کانالای گروهی دارید شما اینا رو که دیگه بر ما نفرمایید مورد دهم ده یه اشارات سخیفی صورت میگیره تو این ماجرا که بازم انتخاباتی این الان ده مورد گفتم همه انتخاباتی واسه صحبت انتخاباتیه اشارات سخیفی برای جذب این تینیجرها و رعی اولیا و این بچه مچه ها و خدمت شما از و قشر خاکستری آره آه 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 اینجا همونجا بود که شما ریختید میگن شامپاین های خیلی خوبی هم اونجا بود زدید شیکوندید آهای ظریف نه من نبودم بقیه برادر رفتن شامپاین شیکوندن آقا چرا نفروختینشون بالاخره خرید و فروش اینام حرام دیگه اینا ما البته ما نشکوندیم دیگه اینو بدونید تو مذاکره با اشتون جلیلی از پا افتاد شما از کمر افتادید نمیدونم ببخشید من رو تکرار میکنم برای اینکه میخوام یه جا بیانم بگم حرف اینطور نمیزنم فکت دارم میاد در مورد رقص نه آقا حرکات موزون آقا مشکل شما حرکات موزون نه ما مشکل فلان این چیزا در مورد سینه گاو پستان گاو صحبت شد و فلان عضوشو گرفتن بریدن و هر هر کر که رو خب اینا فکر کنید مثلا گفتگو یه سیاستمدار ارشد مملکت ماست خب خب اینا برای چیه برای اینکه جذبش رو خاکستاریه. برای جذب تینیجر برای جذب جووناست که اینا رو کنم بیان آقا بلند شید مورد بعدی مورد 11 حالا اینجا من نوت برداری کردم قرار دادن برخی از چهرهایی که در نگاه قشر خاکستری و سکولار سیاه نماد روی هستن مثل مثلا آقای جلیلی یا آقای شریعت مداری یا سری از نظامی ها مثلا در این مصاحبه اسم جلیلی میاد حرف جلیلی میاد و این جلیلی این کار کرد ما عوضش این کار کرد جلیلی گفت اگه شیش ما ادامه پیدا کنه علم میشه بل میشه چاله خب، خوب حالت درست و ایدالش اینه که آیه ظریفیه طرف میز بشینه آیه جلیلیه طرف بشینه من از جلیلی هم دفاع نمی‌کنم خب و من تو عمرم آیه جلیلی تولا از نزدیک خدا گواهی ندیدم و یک مرتبه حتی با ایشون مکالمه هم نداشتم اینجوری بخوام به خدمت شما بگم خب نه اینا مثلا تفای هم الزام من ازشون نمی‌کنم میگم حداقل بذارید حرف ایشون هم شنیده بشه اما چرا چون جلیلیه نمادی بوده سال 92 دوباره دارن اون رو زندهش میکنن. خب بر این قشر خاکستری یا سیاه و میدونید که این چون نوستالژی داره تحریک روانی میکنه اینا همش روش های عملیات روانی یا مثلا جالبه یه فیلمی پخش شد در امریکا سریالی پخش شد که نماینده ایران وقتی رفت به سمت مذاکره با آمریکا بر سر هواپیما خیلی جالبه توی فرودگاه با ویلچر رفت که نماد شکست ایرانی بود میدونید چرا روی ویلچر انتخاب کردن چون امریکایی از تحریم با عنوان تحریم فلج کننده یاد میکردند خب برای همین ایران رو روی ویلچر نشون دادن دقیقاً همون تایم آقای ظریف مذاکره که میره رو ویلچر میره میگه من کمرم گرفته مثلا خیلی اتفاقا خیلی اتفاق عجیب غریب بعد توی مسابقه میگه حسین شریعت مداری یه تیتر زد اون تیتر باعث شد من کمرم بگیره یعنی اون تیتر باعث شد که ای تیترها اینا علیه من نوعی زدن تا الان خب یه باری آدم این وزارت ارتباطاتشون فقط 46 تا خبرگزاری و سایت رو سر خط کرده سر اون دروغی که گفتن نمیدونم دستگاهی که ما ساختیم نمیدونم مثلا هواپیما میندازه و اینا که بعدا گفتن نه ما منظورمون این نبوده اون منظورمون این نبوده رو یه جا گفتن تو به یک بخشای داخلی یه خبرگزاری اما اون که تهمت و زدن عمومی گفتن خب یه تیت زد کمرش گرفت این خیلی جالبه ویلچری شد خب و بالاخره خب آیه شریعت مداری از اونجا که از چهرهایی که برای قشر در واقع سیاه و سکولار نماد تندروی و افراطیگری محسوب میشه اینجا خوب جواب میده برای دوباره تحریک اینا ببین یک کلام من بخوام بگم این مصاحبهش یک گرفته برای دوباره تحریک کردن سکولارها و تحمیق اینها و دوباره از اینا یه دو قطبی درست بکنن و رأی جمع بکنن چیز دیگه ای نیستش مورد بعدی مورد دوازدهم این که این که نظامیان کارشکنی کردن تو مذاکرات ماجرا ایران ایر گفته میشه یا دوشیدن دیپلماتها ها هزینه برای دیپلماسی کشور به وجود آوردن اطلاع نداشتن از خیلی از موارد نمیدونم روسیه ایرانو برد کشون به جنگ در سوریه برای اینکه برجامو به هم بزنه گرفتن قایقای آمریکایی خب قایقای آمریکایی اومدن توی آبهای ما بعد خود اونا پذیرفتن که آقا گفتن الله جی پی اس اون اختلال پیدا کرده هر چیزی اونا اومدن وارد آپای ما با چیکار کنیم وایس هیچ کاری انجام ندیم چرا اون طرف ماجرا رو نمیگید که نظامیان بارها کوتاه اومدن در مقابل شما و به خواست شما کجا موارد متعدد آزمایشات موشکی متوقف شد و حالا البته ربط این که مذاکرات هسته چه ربطی به آزمایش موشکی داره بماند آقا طرف داره موشکاشو آزمایش میکنه میخواد بگه من قدرت نظامی دارم خب اما هسته شما بحثم سر بمب اتمه باشه من بمب اتم ندارم بیا اثبات بهتون میکنم خب اصلا عقل میگه همزمان بعد شما اینو نشون بدی که قدرت دیپلماسی بره بالا شما از نقطه ضعف نری تو اینو فکر میکنه بچه‌ای تو علوم سیاسی اینو روابط بین الملل اینو بفهمه خب منتها اینو برعکس میگه یا کشتی که داشت میرفت سمت یمن این کشتی جالب بدونید افراد ضد جنگ و طرفدار صلح از کل دنیا روی عرشه کشتی بودن من یادم از فکر از عراق برمیگشتم از سوریه برمیگشتم از کجا داشتم برمیگشتم تو فرودگاه امام خمینی آیه سامبای دیدم این دوستان قدیمی ما فرانسوی سیاه‌پوست فرانسوی ما رو دیدم دیگه رو به بغل کردیم و روبوسی کردیم و ایشون رو اوزه صهیونیست کار میکنه یک دو بار ایران تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم گفتم کجا میخوای برید این چیزا قصتون چه ماجرا چیزو من گفت گفتش آقا میخوایم با این با یه کشتی راه بیفتیم بریم به سمت خدمت شما عرض بکنم یمن و این چیزا این در خود من داشت تعریف میکرد خب میگم من تو فعالان ضد جنگ دنیا اونجا بودن کی جلو این کشتیو گرفت کی برگردون همین نظامیه که همیشه با شما راه اومدن با ها آزمایشات ماهواره ما متوقف شد رفتید ماهواره رو موشک ماهواره رو در سمنان علم شد مدت ها همینجوری مون که ببینید خیلی هزینه بره این سوخت تزریق شد و نمیدونم این قصه ها دوباره این رو جدا کردن و برگردوندن خیلی هزینه داره من یادم یکی از این بچه هاشون همون موقع با ما تماس گرفت گریه میکرد میگفته شو اینا اجازه نمیدن این آزمایش ماهواره بر انجام شد بعدش هم چی شد شما دیدید بعدا هم که هر آزمایش دوزه ماهواره کردن همه شکست که اصلا یه, خب... یه, فضای خیلی بد علیه ایران درست کرد مثلا ایران شده بود نماد شکست بعد این وقت کشور عربی آزمایش های موفق ماهواره ای. بعد این طرف ایران یه خورده اصلا عجیب غریب بود فضای رسانی که به دنیا داشت القا شد خب اینا بر من اصلا بنا ندارم حرفایشون رو نقد کنم میخوام بگم خیلی حرفای غیر صحیح و دروغ گفته شده تو این ماجرا خب حالا این مفصل سنگ که صورت گرفت توسط خود این آقایون در مسیر نظامی ها و برعکس همکاری هایی که نظامی ها کردن والا عرض کردم همکاری که با اینا صورت گرفت هیچ جای دنیا سر هیچ معاهده ای صورت نگرفته مورد 13 که خیلی مهمه اینکه تأکیدی صورت گرفت این که سیاست میدان تعیین کرد سیاست کل کشور چه باشه این خیلی مهمه در مورد سیاست میدان جدا براتون میگم آخرا میگم خیلی مهمه حتما گوش کنید یعنی اصل تمام مسابقه یه طرف اون یه طرف اصلا این ساخته شد برای همین لفظ میدان و چرا لفظ میدان عرض میکنم خدمتتون که آقا سیاست میدان سیاست میدان یعنی همین نبرد نظامی گری ما تعیین میکنه کل سیاست کشور رو این خیلی جالب بعد جالبه از اون طرف خود ایشون شورای امنیت ملی رو وقتی ظریف داره اسم میگه نظامی فقط یه نفر اون توه دبیر شورای امنیت ملی رو که خودتون میذارید رئیس شورای امنیت ملی هم که از خودتونه همین الان دبیر رو که شمخانی گذاشتید وزیر دفاع خاتمی بوده خب که ایشون هم خودتون توی این مسابقه میگه چهرهای میانه رو محسوب میشه افراطی نیست بعد یه جای دیگه برای اینکه بگن چهره نظامی پر رنگ تر بودن رئیس نه سپاه هست نه ارتش هست نه نیروی انتظامی هست اینا هیچ کدوم حق رأی ندارن فقط رئیس ستاد کل نیروی مسلح تنها نظامی اونجاست جالب اینجا بخوان بر... یه جا تو این مصاحبه برای اینکه بگن وزن نظامی ها بیشتر بود میگن که دو تا نظامی اون دومی نظامی رو میگه حساب میکنن خودش هم خانی که آدم خودشون هر حساب میکنن برای اینکه میگم واقعا اوج وقاحته خب بعد محضر شما عرض بکنم که میخوام بگن... بعد خودشون میگه میگه اقتصاد رئیس سازمان برنامه بودجه اونجاست <خب>, خب اینا شما تعیین میکنید آقای روحانی شما داره تعیین میکنه چطور سیاست نظام تعیین میشه سپاه جرئت داره ارتش جرئت داره موشک هوا کنه بدون اجازه شورا عالی امنیت ملی مگه میشه من جماعت عجیبی هستید دیگه به قول من یادم اون زمان که دم از رفع حس میزدن اینا مردم شوخی میکنن تو شبکه‌های اجتماعی میگفتن که آقا یه روحانی هست میگه رفع حس میکنیم یه, روح هست و... یه روحانی هم هست توی شورای عالی امنیت ملی امضا میکنه که اینا تو اصل بمونن خب اینا یعنی یه سیاست ژله ای اتخاذ کردن یه سیاست لغزندگی یک بام و هوا جا خالی کردن عجیبه واقعا مورد بعدی القای وابستگی نظامیان ایرانی به روسیه ببین این یکی از بهترین گزینه ها برای جذب این جامعه رئیس سکولاره یادتون رفته میگفتن سفارت روسیه لانه جاسوسی از این حرفو میزن اینو خیلی خوب حتی یه جا دیگه مجری به صدا در میاد رسما یک جوری القا میشه که سردار سلیمانی و روسیه کار میکرده یعنی بعد از اینکه موفقیت شکل گرفت پوتین ایرانو رو کشون رفت اونجا و یه چیز حرف بسیار سخیف زده میشه که آقا بدونین شهیدایی هم که ما بعدش این همه شهید دادیم بر دفاع از منافع روسیه بوده آخه میدونید نکته دردآور ماجرا کجاست این دوگان سخن گفتن و این تناقض‌هایی که نگاه میکنیم و میبینیم ایشون سراحتا در تلویزیون مملکت حضور پیدا میکنه آی ظریف. بعد از شهادت سردار سلیمانی تو همون ایام در مورد ویژگی های دیپلوماتی که سردار سلیمانی صحبت میکنه ایشان دیپلماتی با هوش بود نمیدونم روابط ما فلان بود اینطور طور بود اینا رو صحبت میکنه سراحتا میگه دیدار سردار سلیمانی با پوتین در حضور جدی روسیه در جنگ سوریه بسیار موثر بود بعد اینجا میاد صحبت میکنه نه پوتین سردار سلیمانی رو و ایران رو کشوند اونجا و از ما شهید گرفتن این خیلی عجیبه یعنی اصلا با حرفای خود این آدم در تضاده بالاخره یا اون موقع دروغ داشته میگفتی یا الان داری دروغ میگی حالا نمیدونم چطور که شما اجازه دارید هر دروغی خواستید بگید خب و این که نمیدونم پایگاه نظامی ما رو اینجا قرار دادن در حالی که روسیه میتونست از ایران میواد حمله میکرد در حالی که روسیه میتونست از دریای مدیترانه اینا حمله کنه جالب همون بره من سخنرانیام هست آمریکا دوره افتاد تمام کشور اروپای شرقی کسایی که با روسیه مرز داشتن رو در واقع شروع کرد رایزنی کردن که اجازه پروازهای... پروازهای نظامی روسیه رو ندن خیلی جالبه روسیه باید میرفت یک دور بزرگ سنگین میزد برای اینکه بتونه یه حمله رو علیه تروریست های داعش و جبهه النصره تو سوریه انجام بده اون موقع ایران همان که گفت بیاد از پایگاه نوجه حمله کنید خیلی مسیر میشه یک سبون. و ما هم پیمان نظامی بودیم اونجا تو سوریه کدوم آدم عاقل این کار نمیکنه آیا ما پایگاه نظامی دادیم به روسا عمرن و مطلقا همچین اتفاق اتفاقی نیفتاد هواپیماشو میاد اینجا همه مهمات از خودشون هواپیما از خودشون اینجا فقط میره حمله رو انجام میداد ما هم داشتیم حمله میکردیم چیز عجیبی نیست اعلام میکنیم خب همون بار هم نگاه کنید مجلس قبلی هم چطور نماینده شروع کردن شلوخ کاری کردن که این خلاف قانون اساسی و اصلا بحث شد که وقتی بررسی شد که اصلا این پایگاه نظامی در اختیارشون قرار داده نشده اومده هواپیماش اینجا حمله میکنه آقا ما توی جنگ بودیم جنگ مشترک دشمن مشترک داشتیم اینکه بیاد هواپیماش از اینجا شلیک بکنه چه ایرادی داره خب بعد میرفت سه دور میچرخید که آی ظریف راضی باشن و این قصه روسیه هم به شما میگم این حملات به روسیه یه بودش اینه یه بودی دیگه هم آخر به شما میگم اثرات داخلی داره برای انتخابات بازم انتخاباتی مورد 15 هم هی توی این مصاحبه بازی های رسانه ای و بچه بازی که مثلا فکر میکنه مردم باب نمیفهم باب مردم به خدا روش پیدا کردن مردم دیگه اون مردم چند سال پیش نیستن سواد رسانهشون روش پیدا کرده این بازی این دروغ های شما رو میفهمن آقا فلان مطلب پخش نشه اجازه نمیدم این مطلب پخش این برای چیه؟ برای اینکه این حس کنجکاوی رو در شما به وجود بیاره یا مجری میگه وای این حرف داره اولین بار زده میشه نمیدونم فلان و جالبه از طرف دیگه صوتیایی و گاف های تو این مصاحبه هست جایی داده میشه که اصلا مشخصه که مجری هم خبر داره از حرفایی که بعضی داره زده میشه خب بره این ایجاد حس کنجکاوی و میدونی که مردم وقتی این حس کنن که دارن مطالب جدید میشنون اسرار مگو رو میشنون اینم تاکید میشه دیگه مثلا از آی خلخالی اینا یاد میکنن آی خلونم اسرار مگور رو برامون بگو اینطور این یه فضای اینجوری حس کنجکاوی به وجود میارن توی این مصاحبه مورد 16 هم، زدن خود به اینا آب، عبور از روحانی رو شروع کنه روحانی نماد ناکار روحانی امروز وقتی تو نظر سنجی ها بررسی میشه حتی من چه دارم میگم فکر می کنم بنی صدر من انقدر منفور نبوده خب و انقدر رای منفی نداشته نمیدونم شاید هم داشته فکر نمی کنم داشته باشه چیزی که من میفهمم اونجوری سن و سال ما قد نمیدونم اونجوری که بزرگترو شنیدیم خب منفور بوده نه این, نم این اندازه و بی ارزگی روحانی کامل القا میشه به مخاطب آقای مگه رئیس شورای عالی امنیت ملی نبود پس چرا فلان کار که چرا اسلامی وزیر اخراج نکرد فلان ببین یه حرفا اینجوری خب بسم الله میتونست دیگه دستش بود و اینا،, اینا پس چرا یه سوال دارم اگر همین الان دوباره شماها بیاید سر کار کیا میارید سر کار همین تیمی که الان هستید همین دولت روحانی دوباره میخواد و واقعا من به شما بگم رای دادن به این جریان لیبرال تو انتخابات پیش رو دولت سوم روحانیه حالا روحانی رئیس جمهور نیست یه جایگاهی مثل شبه هاشمی بر اینا پیدا میکنه بر اون کنار وایست و مثلا توصیه هایی کنه و از این قصه ها. بعد یه جا آخرش هم مثلا صحبت میشه که آقا آقای روحانی حرف گوش کن نیست از بالا به پایین نگاه میکنه و تکبر داره اینا عبور از روحانی رو کلید زدن نیست. حالا ابتهی که همین چند وقت پیش اینا های روزنامه هاش هست که در مورد روحانی چه تمجید ها و چه حرفهایی زده بود امروز به این چطور دارن حمله میکنن به روحانی مورد ایفده هم در شخصی به نام آقای خسروی صحبت میکنن که میگه اونجا برگشت تو جلسه گفت اینا القاعت امپر... امپریالیزم جالب اینجا تا اینو میخواد بگه طرف زودتر میگه این یعنی اسم ما هماهنگن خب اینا مواردی که نشون میده که مسابقه ساختگیه و از قبل خبر دارن فقط قراری الکم برای اینکه جذابش کنن صوت لو رفته و این قصه ها رو بیارن درست بکنن مورد 18 تحریک گسل های دو قطبی قدیمی مثل حمله به سفارت عربستان برید یه بار دیگه مناظرهای 96 رو نگاه کنید میبینید جهانگیری با همین عنوان رأی جمع کرده یه بار خب شما که یه بار با این بله منم رد میکنم حمله به سفارت عربستان شما مشکوکی منم مشکوکم خب اگر شما یه نیمچه صحبت های میکنیم ما یه عمر داریم راجع به نفوس صحبت می‌کنیم و اینو به کنار میزنم اما میخوام بگم همون تمام علمان ها 18 مورد تا الان برای شما از تمام علمان های علمان های انتخاباتی هم قدیمی است. اتفاق جدید این ماجرا فقط ماجرا سردار سلیمانی که اینم وقاحت طرف مقابل نشون میده که اینا برای به قدرت هیچ خط قرمزی ندارن نه نماد ملی براشون مهمه نه هویت ملی براشون مهمه نه غرور ملی براشون مهمه همه رو به خاک سیام میشونن مورد 19 ام الغای مستقل بودن که آقا ما مستقلیم و فلان و بهمان جالب یه جاش میگه که سال 54 ملکه انگلیس میخواست بره استرالیا سر راه ماش چی شد توی مهرآباد نشست شاه دوید رفت تو, فرودگاه یعنی تازه نشدن میخوان بگه که قبل انقلاب ما استقلال نداشتیم الان استقلال داریم و این استقلال با وجود من ظریف حفظ میشه این خیلی جالبه رفتیم اونجا با این این ماجر روسیه هم برای زدن استقلال میگه دیگه یعنی میگه اینا از غذای حرف میزنن اینا مستقل نیستن اینا ضد آمریکایی بودنشون از سر استقلال و ضد استکبار بودنشون نیست از جهت وابستگی به روسیه بودنشونه اینا داره القا میکنه حرفو داره میزنه میگه رفتن اونجا و ببینید چلو خب یه سوال همینجا چرا بعد میگه اما الان چی خب الان چی در ادامه میفرمودید که همین نظامی ها کشتی ملکه انگلیس رو گرفتن خوابوندن چرا اینو نمیگید شما رفتید این کارو کردید شما عرضه این کارو داشتید خب این که نبوده که درست شد ببینید یعنی اینا میخوام بگم که جاهایی هم که یه کلمه بخوان مصداق بیارن جز این که باز بخوان از قدرت نظامی کشور سوگ همینجا سکوت اختیار میکنن یعنی تو استقلالتون هم پفکیه و هیچ قابل اتکا نیستش چند تا نکته هم آخر بگم ببینید ایشون از صحبت میکنه که هنوز نپذیرفتیم اقتصاد نقش داره در قدرت یعنی این بار ما بیاییم به مواس اقتصادی رو در رای زنی های اختص... سیاسیمون و دیپلماتیکمون قرار میدیم میدونه مردم گیر معیشتن ای نیه؟ اینا فنی انتخاب شده خب آقای برادر من شما که وزیر محترم امور خارجه یه جا نقد میکنی چرا ما معاونت نمیدونم اقتصادی و فلان خب آقا چرا خود شما اینا رو را راننده چه بلایی سر رای زن و اقتصادی ما بودی چند ماه بود مملکت ما در کشوری که 37 درصد اقتصادش ما خورد یعنی چین سفیر شما معرفی نمی‌کردید؟ مسخره کردید برید ببینید همین روسیه که دارید اسم برید از غذا جاهای دیگه همینجا هم گفتید که من خودم خیلی نقش داشتم میرفتم میومدم اینا می رو میفرمایید خب برید ببینید سهم ما از بازار روسیه چقدر؟ چقدر بارها اینا گفتن آقا ما سمانه که روسیه درگیر شد با ترکیه چون از ترکیه غذا وارد میکرد پالس فرستاد به سمت ایران که آقا من از ایران میخوام غذا وارد کنم چیکار کردید شما چه بلایی سر مملکت آوردید تمام این بچه‌ای که توی چین کار میکردن و یکی از معدود مسیرهای ما برای دور زدن ها بود سفیر معرفی نمی‌کرد اینا مونده بودن دولت چه هیچ قراردادی امضا نمی‌شد هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد بعدش که باز به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نگاهتون نکردن سمت چین رفتید جالبه همینا هم باز نقطه گردن جریان مثلا انقلابی که آه اینا می‌خوام آمریکا سمت چین برن والا لاریجانی شما رفت قرارداد بست اینا خیلی آدمای عجیبین یه جا دیگه یه چیزی میگه که اصلا این دیگه واقعا جذاب و جالبه میگه بیشی از نیمی از برجام نظر ماست در حالی که هفت نفر میشماره پنج نفر شش نفر هفت نفر جلو ما نشسته بودن با خودمون میشیم هشت نفر باید یک هشتم برجام بر ما می بود اما نیمی از برجام و نظرات ماست برادر من این حرفا چی چیه اینا رو برای مردم رو میگید که خبر ندارن اطلاع ندارن و که نمیتونید خام بکنید شما اصلا مذاکره انجام ندادید متن برجام شنوندگان محترم مخاطبان عزیز چهارده ماه قبل از برجام در اندیشه کده گروه بین المللی بحران نوشته شده بود International Crisis Group یک متنیه ایران اند P5 plus 1 Solving the Nuclear Rubik's Cube ایران و گروه پنج بلاوی حل مکعب روبیک هسته ای ایران عنوان گزارشه. گزارش 152 خاور میانه 9 می 2014 14 ماه قبل برجامه. برید ببینید تو اونجا چه مواردی اشاره شده 95 درصد با متن برجام مشترک اجازه به غنیسازی محدود در ایران آن هم با سقف 6400 سو در نتنز در نتنز غنیسازی با صورت بگیره نه در فردو چرا چون نتنز تو سطح میتونن بزننش فوردو رو نمیتونن بزنن در نتنز امکان و دسترسی خرابکاری دارن در فوردو احتمالا ندارن مستحضری چرز میکنم اینا همش توی اون متن اومده یعنی گروه امن آقا میدونه که از اعضای درجه اصلا زیر نظر جورج اون اندیش گده. شما اینو نمیخواید ببینید جماوری سانتریفیوژ از فوردو و سالن ای انتقالشون به انبار در سالن بی نتنز اونا حتی میدونستن باید سالن بیو انتخاب بکنن به خاطر چی به خاطر اینکه ارتفاع سقف بلند سالن پر باشه که بعدا ایران خاص مدل های جدید سانتریویژه خودش آی آر رو نمیدونم ای تو چی و چی و اینا رو بخواد به چینه اونجا نتونه از اون سالن استفاده کنه و برای سالن سازی به زمان نیاز داشته باشه عقب بیفته تا این جزئیات امریکایی روی بحث هسته ما سوارن بعد شما چه متخصصین برداشتید بردید اونجا حالا بماند من دیگه نمیخوام وارد اون مباحث بشم مورد بعدی اکسید کردن ذخایر سوخت 20 درصد و 5 درصد ایران بازطراحی راکتور عراک با هدف از بین بردن بازفراوری ف... باز پلوتونیوم تبدیل مرکز غنیسازی فوردو به یک مرکز تحقیقاتی صرف هیچ حق غنیسازی وجود نداشته باشه تو فوردو ایجاد شفافیت و نظارت کامل بر فرایند غنیسازی ایران تعلیق تحریم ها در بازه زمانی محدود و تمدید آن متناسب با اقدامات ایران حفظ بازگشت پذیری تحریم ها اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران و کد سه ممیزی یک اجرا اجازه به آزمایش سانتریفیجا در مرکز تحت نظارت بازرس های آجانس. آزمایش سانتریفیجا یا تحقیقاتی ها اقدام ایران برای حل مسئله, مسئله پی ام دی تمام اینا تو این سند اومده بعد شما میگی نصف شما نوشتیم آقا دم شما گرم خدا وکیلی شما دیکته نوشتید آمریکایی ها اومدن بهتون گفتن اینا رو بنویس شما گفتید چش یه چیزی بهتون بگم که اوج من نمیخوام بیشتر از این غرور به خدا خیلی از حرفا رو نمیزنم برای اینکه نمیخوام غرور ملی مردم تغییر بشه که با خودتون بگید اینا کی دیگه تعداد سانسوی تو سریالای آمریکایی اومده بود تو سریالای آمریکایی که یه زن نشسته داره مذاکره میکنه زن نماد هیلاری کلینتون اون تا مشکل اینا چی بود که اینا برنامه‌ریزیشون هم یه زن رئیس جمهور بشه ترامپ یه مشکلی شد این وسط که سری هم حلش کردن یه دوریش کردن دیگه تو برنامه‌ریزی اینا که یه زن رئیس جمهور بشه الان هم شما خواهید دید که این آیه بایدن خیلی کاری نخواهد بود و همه کارا عموما گردن همین معاون اولش بر عهده او خواهد بود خانم کاملا هریس مثلا برای اولین بار اینجوری دو نفری با این اندازه و اینجوری در پوسترهای تبلیغاتی این شکل دارن استفاده میشن در امریکا خب بعد شما میگید که ما یک نصف شما نمیشیم در حالی که یک هشتم بود آره دیگه طرف یه طرف اومده تو کوچه به قول کوچه خلوت داره لادبازی در میاره دیگه حرفشو میزنه و کسی هم نیست گوش کنه مورد بعدی بزرگ کردن نقش روسیه و علل خصوص زدن لاوروف میدیدی من به لاوروف فوش دادم یه فوشی دادم اینجا نمیتونم بگم ببین سخیف ترین حرفا رو زدن ها عرض کردم یک کمر افتادن و نمیدونم عضو هرنم چی چی و بریدن و نمیدونن اینا رو گفتن ببین چی گفته های ظریف لاوروف که اینجا نمیتونه بگه بعد میگه میخوای من بگم میگه نه تو هم نمیتونی حد بزنی مثلا بعد دهن ماجرا آقای مجریه میگه نه تو هم نمیتونی حد بزنی باری کلا آقا زد روس احسن به شما باری کلا به شما ماجرا چیه اینجا من شما عرض بکنم ماجرا به سفر قالی قالیباف به روسیه برمیگرده وقتی اون الان یکی از جدی انتخاباتی رو قالیباف میدونن حالا منم هر نظرم رو گفتم راجب اینکه آیه سران قوا در انتخاب شرکت کنن یا نکنن قبلا نظرمو مف... صراحتا عرض کردم توییت هم زدم خب پس حداقل هیچ انگی به ما نمیچسب حداقل به بنده نمیچسب چه کارشکنی های صورت گرفت که قالیباف اونجا دیدار صورت نگیره اینو بدونید توسط وزارت محترم امور خارج بعد خب از اونجا از رئیس مجلس خواسته شد که 14 روز توی هتل میمونی ما ازت از تست میگیریم او هم گفت این دور از شأن هیئت ایرانی من برمیگردم بعدش بلا فاصله لاوروف پیام فرستاد که پس من خودم میام ایران شما رو میبینم برای اینکه لاوروف میخواست بیاد ایران چه کار شکنی هایی کردن دوباره چه پیغام ها به روسیه فرستادن مونتا اونا گوش نکردن و اومدن دیدار شکل گرفت این یک در واقع کینه اینجوری هم وجود داره که باید صاف میشد که توی مصاحبه به نظر من صاف شد حالا یه نکته دولت که نمیتونه از یه فایل صوتی حفاظت بکنه ببینید چه اسنادی رو طالب باد هوا داده رفته چه چیزایی رو دارم صوتی که دست خودشون بوده خب من تو برای همین عرض میکنم که به نظر میرسه این خودشون پخش کردن اینو مسئله اصلی اینه که حواسا رو از ناکارامتی دولت برگردونن آقا مراکز معتبر بررسی اقتصادی دارم میگن بیش از نیمی از مردم ایران نزدیک به چهل و خورده ای از ثروتشون رو در بورس از دست دادن با دعوت مستقیم رئیس جمهور این یه جلو چش مردم اتفاق افتاد دیگه خب وقتی میگه بیش از نیمی از مردم ایران بدونید بعضی از اینا سرپرست خانوادن یعنی مرد خونه است بچه دو سالش که دیگه به بورس نبوده که خب الزاما یعنی اینجا چه اتفاقی افتاده یعنی اینکه این جمعیت رو نگاه کنی یه جمعیت چه میدونم 60 میلیونی شاید نمیدونم چقدر خب نیمی از جمعیت مردم ایران سرباشون به باد فنا رفت فقط با ماجه بورس صف مرغ درست کردید صف موز درست کردید نمیدونم صف گوش درست کردید یه روز پیاز یه روز گوجه فرنگی یه روز یعنی شما توانای مدیریت چیزی که ما خودمون تولید کنندیم توش ندارید نهاده های دامی توی گمرک پوسیده از این ور به مرغدار نهاد دامی نمیرسه با عرض 4200 دلار 25000 ها با عرض چهار و دیویس دامی وارد کردید مرکز پژوهش ها داره میگه مرکز پژوهش مجلس داره میگه فقط 55 درصدش دست مقدار است پنج درصدش این وسط باد هوا رفته قاچاق شده رفته بازار آزاد شده شما توانایی رسوندن یه دونو به مرغ ندارید مرغداری ها که مشخص شناسنامه دارن میتونن بیرن از یک مراکزی بگیرن من نگفتم نمیدونم به کل مردم ایران این اوج ناکارآمدی هستید شما 60 تن طلای مملکت رو به باد فنا دادید جانگیری. گرفتید اون مظلومین رو اعدام کردید که چلو طرا خریده. با این که طلا رو در معرض خرید قرار داده بود کاری نداشتید. چند ده میلیارد دلار پول رو به عرض 4200 عرض جهانگیری به باد فنا دادید. ناکارآمدی از این بیشتر. کشورهای منطقه رو شما نمیتونید کنترل بکنید. تو این مصاحبه هر جا گیر میکنید کشور منطقه میگه طرف مقابل خراب کنه من نبودم. عربستان قبول نکرد. آمریکا نذاشت جاهای دیگه که میرفتید آمریکا و عربستان میذاشتن چطور ما قبلش میتونستیم اینا رو کنترل کنیم مدیریت کنیم چه شما اومدی چرا خرابکاری کردید سوال دیگه اگه نمی بود قدرت نظامی و هسته شما با برای چی میخواستی بهت مذاکره کنید یادتون رفته دوره قبل زمان دولت های خاتمی که رفتید مذاکره کار به جای رسیده بود که می گفتید ما سه تا دونه سانتریفیوژ داشته باشیم برای قشنگی بذاریم به بچه نشون بدیم بگیم ببین اینا به اینا میگن سانتریفیوژ نگاه کن یادتون رفته دولت قبل اون رسون به 19 هزار تو سانتریفیوژ سوخت 20 درصد به دست آورد بعد رفتی نشستی با میراث یکی دیگه مذاکره کردی اونا رو هم به باد دادی رفته اینا اگه نشون باش با چی میخواستی بری مذاکره کنی اگه قدرت نظامی نبود که میزد تو سر اون موشکو خود شما رفتی آی ظریف میبرن و رفتی گفتی تو دانشگاه رفتی گفتی که آقا آمریکا بمبای داره که با یه دونه بمب میتونه کل تسلیحات نظامی ما را کار بندازه خب ای داره چرا نمیزنه برای اینکه میدونه اسرائیل با خاک یکسان میشه برای اینکه میدونه پایگاه نظامیش خورده میشه برای اینکه میدونه قیمت نفت باید بره رو 2300 دلار برای اینکه میدونه آرامکو با خاک یکسانه بیشتر به توضیح بدم برای اینکه میدونه بابل منده بسته میشه یک کشتی اونجا رد نمیشه دنیا گره میخوره اینا همش قدرت نظامیه اینا همش داشته های منطق... منطقیه بعد شما اینجا میاد یه دو قطبی درست میکنید جلو نظامی ها قرار میدید این واقعا وقاحته از نظر من اما مهمترین موضوع استفاده از واژه میدان میدونید چرا به خاطر که امسال در سالگرد شهید سلیمانی مرد میدان این عنوان تگ و به قولی هشتک انتخاب شده صدا و, سیما و همه جا بود مرد میدان مرد این میدان ماییم آقای ترامپ یادتون باشه خب عمدن لفظ میدان داره استفاده میشه قدم گفته میشه که به عنوان یک کلمه جدید جا بیفته بین مردم خب تو این مصابه چی الگاه صورت گرفته؟ که همیشه دیپلماسی خرج میدان شده میخواد درست بشه؟ این بار باید چه اتفاق بیفته؟ میدان خرج دیپلماسی بشه میدان یعنی چی؟ یعنی موشکا میدان یعنی چی؟ یعنی حضور منطقه اسم دیگه شو بگم برجام دو, دو جدید دو میدان مذاکره است ببین من نکته که عرض میکنم این, این خبری که همین امروز اومده بیرون خب دیروز که آیه ظریف در بغداد بوده این که دیگه اخبارش همه رسانه شده و پخش شده شما نگاه کنید کارشناس مؤسسه امریکا انترپرایز افشا میکنه پرده برداری میکنه از مذاکرات موازی دولت های روحانی با امریکایی ها بر سر مسائل غیر در کجا در بغداد در منزل شخصی وزیر امور خارجه دولت کاظمی هم که میدونید کدوم طرفی دولت کاملا امریکایی در عراق سر کار اومده خب این طرف روی وین ما داریم صحبت میکنیم مثلا در مورد هسته اون طرف داره برجام دوسته مقدماتش فراهم میشه اینکه دارم عرض میکنم فکر نکنید یه تحلیل صرفه نه اینو مبتنی بر حقایق و فکت هایی که دارم خدمتتون عرض میکنم اصلا اصل اینه خودشون پخش کردن از نظر بنده و, و حداقل ندازش داشته داشت ز... حداقلش اینه که داشته ضبط می‌شده برای یوزی که پخش بشه حالا بخشایش همه عکس ها آماده فیلم آماده می‌بینید هی عکس‌ها تو صحبت‌ها میاد من از صوتی که داریم می‌شنویم می‌تونیم اضافه بکنیم حالا نمی‌دونم اومدن حرف زدن که بیان که آره این تختی شده بوده والا من دیگه خودم فوق تخصص اینو دارم که صحبتامو تختی می‌کنن خب اینا خب کامل داری جملتو میگی کدوم تختی کامل بحث تو شما مطرح کردی میگی پخش نشه ها شما داری میگی پخش نشه پخش نشه حالا به ادا هم بوده بعد داره پخش میشه خب مردم باید دقت بکنن اینا یک بار دیگه میخوان سواری بگیرن از مردم فراموش نکنیم مردم اینا قدرت این کار دارن یادتون رفته 92 تا 96 هیچ کاری نتونست انجام بدن 96 با همین قصه به رئیسی گفتن آیت الله اعدام دیوارار رو میان پیاده رو میکشن نمیدونم دلار رو ال میشه بل میشه 5000 تومان نشه یه وقت دلار یادتونه الان دلار 25 تومانه انقدر هم هم میگن اگه ما بودیم 50 تومن میشد 50 تومن هم میگن اگه ما نبودیم 100 تومن میشد کنترل که نمیندازه که همینجوری برو جلو نبود یه چیزی رو عدم یه چیزی رو چطور میخوای اثبات بکنید مردم یه بار دیگه میخواد از این جریان گول بخورید اینا همینان همین همین چند نفرن حالا مثلا دیگه جو مهرها عوض میشه روانی میره کنار مثلا ظریف میاد جاش فکر چی عوض میشه اینا گشتن به قول خودشون به زعم خودشون دیدن محبوب ترینشون ظریف گفته اینو بنزیم جلو یا خودش رای میاره یا اگه نیومد تو میدان بر ریاست جمهوری چیکار میکنه از هم... از یه کسی دیگه حمایت میکنه بهترین کار برای آوردن قشر سیاه و سکولار زدن حاج قاسم زدن سردار سلیمانی این داره این اتفاق میفته این هم نشون میده که اینا هیچ حد و مرز و شرف و شرمی ندارن از هر چیزی استفاده میکنن و رسیدن به مقاصدشون و از طرف اینا خوب میدونن که قشر متوسط به پایین به خاطر فشار اقتصادی احتمال داره از انتخابات قهر کنه دائم دارن نظر سنجی کن. پس اون قشتی که ممکن بوده رای بده به مخالفین اینا نمیاد و قشر سیاهی که همیشه اگه شما فوش به نظام و به دم از برجام دو سه اینو بزنی میاد اونا میان فلز این مهندسی این افکار عمومی داره صورت میگیره سرتون درد بردم عذرخواهی میکنم امیدوارم مفید و فایده بوده باشه ببخشید دیگه خوردم ما رمزونی قندمون خورده افتاده بود البته فکر کنم تون هم صحبت کردم ها. تا فشارم بالا بود اگه افتاده بود به خاطر این حرفایی که شنیدم واقعا عجیب غریب بود و دوست ندارم من بدم کسی که مردم احمق فرض میکنه مردم آگاهن مردم باید آگاهی داد ما باید مردم تا جایی که میتونیم برید روشن کنید واسه درخواست میکنم فکر میکنید که فکر, فکر میکنید این اراضی بنده مناسب بود و به درد خوره حداقل تا حدودی بر بقیه هم بفرستید بعضشون بخواد که فعلا فقط گوش کنن خودشون قضاوت کنن بی طرفانه تعجیل در فرج امام زمان سلامتی همه شما عزیزان ان مشکلات از سر مملکتمون برطرف بشه صلواتین ن بفرم.